أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. مادر المؤمنان عائشة رضي الله عنها. هي البكر الوحيد التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. او تنها دوشیزه است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با او ازدواج نمودند. سئل النبي صلى الله عليه وسلم. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد. نعم، من احب الناس اليك. محبوب ترین مردم نزد شما چه کسی هست؟ نعم، فقال عائشه رضی الله عنها. فرمودند عائشه رضی الله عنها. قالوا من الرجال. گفتند از مردان چه کسی رو بیشتر دوست دارید؟ فقال لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر، قال ابوها. رسول خدا صلی الله علیه و آله نفرمودند که پدر عایشه، نفرمودند که ابوبکر، بلکه فرمودند پدر عایشه. حتی یذکر ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها مرتين، لان تحب هي ومحبه الاب مع محبه البنت. تا بدین سان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ به این سوال که محبوب ترین شخص نزد شما چه کسی هست، دو بار از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها یاد کرده باشند. یک بار نام خود عایشه رو گرفتند و بار دیگر نام پدرش رو، که به خاطر اینکه پدر عایشه رضی الله عنها و محبوب ترین فرد هست، بدین ترتیب دو بار از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها در این رابطه یاد فرمودند. الصدیقه بنت الصدیق رضی الله عنها. صدیقه دختر صدیق. نعم، مات النبی صلی الله علیه و سلم فی بیتها. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خانه عایشه از دنیا رفت. و هو نائم فی حجرها علیه الصلاه والسلام. در حالی که سر بر دامان عایشه رضی الله عنها داشتند. و آخر ما کان مریقها فی سواکها عندما استاکت و وضعته فی النبی علیه الصلاه والسلام. و در واپسین لحظات حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قبل از وفات ایشون، آب دهان مادر مؤمنان عایشه همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و آب دهان ایشون یکی شد، وقتی که مسواک رو با دهان خودش برای ایشون آماده کرد. عالمه، بانوی دانشمند، فقیه، بانوی فقیه. اذا ارادوا ان يعد اهل الفتوى من الصحابه عد ام المؤمنين عائشه. وقتی که میخواهند فقهای صحابه رو برشمرند و نام ببرند، از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها نام میبرند. نقلت للناس السنه التي كانت تخفى على الكثير وهو ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. اون بخش از سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو که بر مردم مخفی مونده بود و مربوط به زندگی اون بزرگوار بود در خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این بخش عظیم از سنت رو برای امت نقل فرموده. قال علیه الصلاة والسلام، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، کمل من الرجال کثیر، فرمودند که مردان بسیاری به کمال رسیدند. ولم یکمل من النساء، و اما از زنها فقط تعداد معدودی به کمال رسیدند. الا فاطمه رضی الله عنها بنت النبی علیه الصلاه والسلام، و اینها رو نام بردند، فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خدیجه بنت خویلد زوج النبی صلی الله علیه و سلم، خدیجه بنت خویلد ام المؤمنین همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، مریم رضی الله عنها ام عیسی علیه الصلاه والسلام، مادر عیسی مریم رضی الله تعالی عنها، و آسیه رضی الله عنها زوجة فرعون، و آسیه رضی الله عنها همسر فرعون. وقال عليه الصلاة والسلام وفضل عائشة على النساء، و اینجا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره فضیلت عایشه رضی الله عنها فرمودند، كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني احسن نوع من انواع الطعام على بقية الأطعمة عائشة رضی الله عنها كانت مع هؤلاء الأربعة اصبحوا خمسة. فضیلت عایشه رضی الله عنها بر سایر زنان مانند فضیلت آبگوشت هست بر سایر غذاها، که چه فضیلتی و چه جایگاهی در بین غذاها داره. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها در کنار چهار زنی که ذکر شد به عنوان زن پنجم جزو برترین زنان عالم هست. لم يرضى اهل النفاق بهذا، و منافقان به این حقیقت راضی نیستند. طعنوا في عرضها، لذا در ناموس و آبروی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم طعنه جویی کردند. حتی یطعن فی ابیها رضی الله عنه، ابوبکر رضی الله عنه، همچنان که درباره پدر بزرگوارشون ابوبکر صدیق رضی الله عنه طعنه جویی کردند. و یؤذی النبی صلی الله علیه و سلم فی زوجی و فی صدیقی، و بدین ترتیب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو درباره دوست ایشون ابوبکر و درباره همسر ایشون ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها
آزار دادند. و برأها الله سبحانه وتعالى. و الله متعال براءت ام المؤمنین عایشه را از آسمان ها نازل فرمود. فمن يطعن في ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها بعد ان نزل القران في براءتها. لذا کسی که بعد از نزول قرآن درباره براءت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها این بانو رو متهم بکنه و به این بانو تهمت بزنه، کفر کفر اکبر، او دچار کفر اکبر شده و سهمی از اسلام نداره. ليس لنا الا الترضي عن الصحابه عن امهات المؤمنين. وما باید از صحابه ترضی بکنیم، اعلان رضایت بکنیم و به خوبی ازشون یاد بکنیم و از جمله ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها و ازواج مطهرات. امهات المؤمنین هم من آل بیت النبی صلی الله علیه و سلم. مادران مؤمنان، همسران رسول خدا جزء اهل بیت اون بزرگوار هستند. والله لا يمكن ان الله سبحانه وتعالى يختار للنبي صلى الله عليه وسلم الا افضل النساء. قسم به الله که امکان نداره الله متعال برای پیامبر خودش غیر از زنان خوب و شایسته همسرانی برگزینه و بهترین همسران رو برای اون بزرگوار برگزید.